مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که واشنگتن خواستار جنگ با تهران نیست. وزیر خارجه ایالات متحده این سخنان را دیروز به دنبال دیدارش از قماندانی مرکزی ایالات متحده در ایالت فلوریدا بیان داشت. دیدار مایک پامپیو از این قرارگاه یک روز پس از آن صورت گرفت که وزارت دفاع ایالات متحده تصاویر اضافی از حمله هفته قبل بر دو تانکر نفتکش در نزدیکی خلیج فارس را نشر کرد. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که تصاویر نشر شده بر این ادعای نظامیان آمریکایی می‌افزاید که گویا سپاه پاسداران ایران مسئول این حملات بود. وزارت دفاع ایالات متحده دو روز قبل از فرستادن 1000 سرباز اضافی به شرق میانه نیز خبر داد که به گفته مایک پامپیو این سربازان برای مقاصد دفاعی اعزام شده و تأکید ورزید که این اقدامات به معنای آمادگی گرفتن ایالات متحده برای جنگ با ایران نیست. یکی از اهداف دیدار امروز من این بود تا این اطمینان را حاصل کنیم که هماهنگی میان ما وجود دارد. بعد از آوردن نتایج استراتژیک که رئیس جمهور ترامپ آن را تعیین کرده است، مسئولیت همه ماست، اما مسئولیت وزارت خارجه مقدم تر می باشد. ولی تا زمان حصول اطمینان در مورد این که ما توانایی واکنش در برابر تصمیم بد ایران را داریم، ما این کار را کردن نمی توانیم. اما سناتور چک شومر، رهبر اقلیت مجلس سنای ایالات متحده، به روز سه شنبه از پالیسی رئیس جمهور ترامپ در قبال ایران ابراز ناامیدی کرد و خواستار وضاحت از جانب رئیس جمهور شد. این بسیار جدی است و دخالت نظامی با ایران یا هر چیزی که شامل آن باشد می دانیم که به خودی خود باعث افزایش تنش می شود. بنان این موضوع باید با مردم امریکا در میان گذاشته شود. ما به فرد شماره سوم در وزارت خارجه ضرورت نداریم که به یک مجلس پشت درهای بسته برود، بلکه ضرورت داریم تا رئیس جمهور خودش وضاحت دهد که مشکل چیست و چگونه می خواهد به آن رسیدگی کند و قید و شرطش چیست. رئیس جمهور ترامپ بروز دوشنبه در یک مصاحبه با مجله تایم نگرانی ها در مورد ادعای دست داشتن ایران در حمله بر تانکرهای نفتکش را کم اهمیت جلوه داد و گفت که به خاطر این ادعاها با ایران وارد جنگ نخواهد شد، ولی افزود در صورتی با آن کشور خواهد جنگید که تهران به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای باشد. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.